خب دو تا نود ما داریم که صرفا برای کارهای تلویزیونی استفاده میشن دی انترلیس و اینتر اگر ما یک کاری رو بخوایم برای تلویزیون خروجی بدیم اولا که شما باید بیاین توی قسمت ستاپ پراجکت سeting دی انترلیس رندرز رو ور دارید و دی انترلیس پریویوز رو هم همینطور ما میریم به قسمت کالر افکسمون و من اینجا یه طور مثال میخوام این تصویر رو روشن کنم همونطور که شما اینجا توی دست این خانم میبینید خطوط اینترلیس ما کاملا مشخص هستن نکته که توی نرم افزار کالر وجود داره اینی که شما اگر بخواید کار برای تلویزیون بگیرید و اینترلیس خروجی بگیرید چون بعضی وقتا ممکنه شما بخواید توی نرم تو مثل فاناکات یا تو هر نرم افزار دیگه تصویرتون رو ری اینترلیس بکنید اما اگر بخواید خروجی کالرتون ری اینترلیس بشه حتما از هر شاخه درخت کالرتون از هر درخت کالرتون باید دو تا درست بکنید به طور مثال من اگر اینجا بخوام تصویرم رو یه مقدار روشنتر و قلیستر بکنم رنگ رو یعنی یه سچوریشن داشته باشم یه گاما باید حتما از این شاخه دو تا داشته باشم یعنی من باید یه سچوریشن دیگه و یک گامای دیگه هم ایجاد بکنم علتش اینه که شما برای هر فیلد باید یه شاخه درست بکنید اگر من روی اینترلی دی اینجا دابل کلیک بکنم و بیام توی قسمت پارامترز شما می‌بینید که مرج هست همونطور که شما می‌بینید وقتی من روش دابل کلیک می‌کنم محو میشه این خطوط اینترلیس دست اما شما بعد یه دونه دی روی ایون و یه دونه دیگر رو روی عاد بذارید شاخه اول رو مرتبط میکنید به اون چیزهایی که خواستید شاخه دوم هم رو هم همینطور و حالا این دوتا رو وصل میکنید به اینترلیستون به نود اینترلیست حالا راستی من ایون چپیم آده اینجا شما همونطور که میبینید نوشته آد و ایون من حالا ایون رو وصل میکنم به ایون و آد رو هم به آد حالا اگر روی این نود دابل کلیک بکنم شما میبینید که دوباره دچار دو اینترلیس میشه تصویر من این کار برای پخش تلویزیونی مناسب تره اما همونطور که گفتم این مورد رو داره که شما باید این کار بکنید تنها نکته که باقی میمونه از قسمت اینترلیس و دی اینترلیس اینه که شما همونطور که اینجا دیدید ایون ما ابتدا وست شد و بعد من آد رو کردم اما اگه برعکس این کار رو انجام بدیم چطور؟ مثلا من آد رو اول بس کنم و بعد ایون رو همونطور که شما میدید اینجا آد این یکیه و ایون دومیه این کار در واقع همون تفاوت بین پال و انتیسی شماست اگر شما برای سیستم پال میخواید خروجی بگیرید بعد ایون رو اول منظر میخوام آد رو اول کانکت بکنید و ایون رو دوم و برای انتی سی بالعکس خب شما الان میتونید این نود رو به یه نود آتپوت وصل بکنید و با خیال راحت برای تلویزیون خروجی بگیرید و مطمئن باشید که تصویرتون دارای خطوط انترلیسه